خب این کاربرد های قسمت صدای کیبورده. حالا همین صدا در ساز کیبورد یه قسمتی داره به نام وایس افکت، یعنی افکت هایی که میشه بر روی یک صدا استفاده کرد. حالا وایس افکت در یه حد خیلی مختصری بر روی خود ساز میگذارن که نوازنده در حین اجرا بتونه از این افکت ها استفاده کنه، ماننده مثلا این افکت. الان صدا خیلی زود قطع میشه و خیلی کوتاه، ولی من میتونم به این صدا سوستین یا دی اس پی بدم و این صدا رو یه مقدار حالت کشیدگیشا ادامه بدم. خب اینا در حد خیلی مختصر این افکت ها و بر روی قسمت بالای صفحه کلید قرار داره که در حین نوازندگی میشه خیلی راحت از این کلید استفاده کرد. ولی افکت های صدا به صورت خیلی پیشرفته در پنجره های بعدی ارکستر، یعنی شما میتونین وارد یه پنجره بشین به نام مثلا ساند کریچر یا همون قسمت صدا سازی و این افکت ها خیلی به صورت ظریف و دقیق قابل تنظیمه در قسمت صدا سازی. مثلا من الان وارد صدا سازی میشم، خیلی متنوع این قسمت صدا سازی، مثلا این صدای پیانو، خب من برایتش رو بالا میبرم، این صدا را با این حالت من تغییر دادم. باز میتونم در یه قسمت دیگه یه افکت ریورب به صدا بدم. این یه ریورب خیلی زیادی بود که به این صدا دادم. یا حتی میشه تو قسمت دی اس پی من به صدا اکو یعنی تکرار بدم، این به صورت ساده. البته اینا بحثش خیلی مفصله، منتها ما در حد شناخت ساز باید توانایی های سازمون رو بشناسیم. پس در قسمت صدا سازی میتونیم تمام صداها را، یعنی انواع صداهای پیانو، آکاردئون، ارگان، گیتار، بیس، وود ویند، به اصطلاح چه صدای ساکسیفون، چه صدای فلوت های، این صدایی که با هوا به وجود میاد، استرینگ ها و و انواع مختلف صدا را میشه با این قسمت صدا سازی روش کار کرد و اون چیزی که دل خواهمونه بسازیم با ساز کیبورد. باز یه قسمت دیگه ای که در ساز کیبورد بسیار مهمه و این ویژگی باز نسبت به تمام سازها هست، ریتم این ارگه. شما هر سازی که بخواین بزنین، مثلا نوازنده های سنتور، ستار، تار، فلوت، ویولون، همه این سازا وقتی میخوان بزنن در کنارشون نیازه به یه ریتم دارن. حالا اگر ایرانی باشن تنبک در کناری سازشون میاد، اگر که خارجی باشه از جاز استفاده میشه. به اصطلاح کلن ما به این مجموعه سازهایی که ریتم به وجود میارن میگیم پریکاشن. پریکاشن ها در موسیقی ما با ضرب و دفع اجرا میشه، در موسیقی غربی از جاز استفاده میشه. البته کشورهای مختلف هم باز ممکنه سازهای بومی برای خودشون داشته باشن. در ساز کیبورد اومدن تمام این پریکاشن ها رو قرار دادن، یعنی من وقتی میخوام یه قطعه یا اجرا کنم میتونم از یه ریتم در کنار نوازندگی خودم استفاده کنم. مثلا الان من از این ریتم استفاده میکنم، الان اومدن این ریتم را با استفاده از پریکاشن های غربی زدن. این ریتم به صورت یک دوره مشخصی دائم تکرار میشه و در کنار آهنگ من
قرار داره. خب این ریتم ارگ بود. روی این ریتم یه چیز قرار میگیره به نام آکورد. حالا تفاوت ریتم و آکورد چیه؟ ریتم اون قطعه‌ایه که به صورت یک دوره مشخص و یک پریود مشخصی دائم تکرار میشه، منتها نوت‌های موسیقی یعنی دوره میفاسولاسی در اونش نیست، بلکه با همون پریکاشن ها اجرا شده. یعنی من هر آهنگی که بخوام بزنم که مثلا این ریتم بهش بخوره، دیگه این ریتم برای اون آهنگ ثابته. ولی آکورد همون دوره و همون تناوب را برای این ریتم داره، منتها تفاوت که آکورد با ریتم داره، آکورد با نوت های موسیقی اجرا شده. یعنی این ریتم منه که به صورت ثابته و این آکورده که الان بهش اضافه میشه. خب آکورد چون با نوت های موسیقی اجرا میشه قابل تغییره. کسانی که به هنر علاقه دارن وقتی که دست های نوازنده ارگ را میبینن تعجب میکنن که خب ایشون داره چه کار میکنه با دست چپش، خیلی حرکتی خاصی انجام نمیده، یا حتی میبینن یه وقت ایشون اصلا دستش هم از رو ساز برداشت و ساز داره هنوز خودش کار میکنه. این تصور براشون به وجود میاد که این ساز خودش میزنه و نوازنده اصلا دخل تصرفی در این کار نداره. اون چیزی که خود ساز میزنه این ریتمه. بله الان ساز خودش میتونه این ریتمو ادامه بده. آکوردی هم که من روی این میزنم با ساز شروع میکنه به ادامه دادن، ولی این آکورد بسته به آهنگی که من میزنم باید تغییر کنه به این صورت. اجرا کنه، ولی این نوازنده هست که به ارگ فرمان میده و اون قطعه را تغییر میده بر اساس موسیقی که خودش میخواد. یعنی با دست راست اون قطعه و اون ملودی اجرا میشه و دست چپ متناسب با اون قطعه‌ای که دست راست اجرا میکنه حرکت میکنه. خب پس تا اینجا ما با صداهای ساز آشنا شدیم و با ریتم هم که میتونه ساز را همراهی کنه آشنا شدیم. در ضمن این ساز تواناییه، همونجور که صدا سازی را عرض کردم خدمتون که توانایی اینا داره که صداهای مختلف را اجرا کنه و در ضمن ما در اون صداها دخل و تصرف کنیم و هر کاری که دوست داریم انجام بدیم تا صدا را مطلوب خودمون کنیم. در قسمت ریتم هم یه سری ریتمایی خود کارخانه سازنده ارگ ها درون ارگ قرار میده که این ریتما به طور عمومی شامل ریتمای مختلف از قبیل پاپ، راک، جاز، مارش، والز، انواع ریتمایی که در تمام دنیا کاربرد داره به صورت عمومی درون ساز اینا را قرار میدن برای استفاده یه کار برای کیبورد. بعد یه سری کیبورد هست که این کیبورد داره ویژه یه مناطق خاصی میسازن. مثلا کیبورد های اورینتال ویژه یه مشرق زمین ساخته میشه، یعنی برای قسمت های عربی و حالا تا یه حدودی هم ایرانی.
این کیبورد ها ریتم های ایرانی یا عربی یا خلیجی و حتی ترکی درون خودش داره. در ضمن صداهایی هم که ویژه سازهایی مثل عود، سنتور، قانون، کمونچه، بربط، صدای خاصی که توی مناطق سازهاش کاربرد داره هم درون این سازها، درون این کیبورد ها میگذارن. تو قسمت رید اورکای اورینتال از نظر ریتم های عربی، خلیجی و ترکی و تا یه حدودی هم ایرانی خیلی قویه، ولی خب به نسبت ممکنه از ریتم های غربیش کمتر استفاده شده باشه، چون کاربرهای ایرانی یا خلیجی ممکنه کمتر از اون ریتم استفاده کنند. اورگایی هست که ویژه ایران حتی میسازن، یعنی بهش میگن پرشیان. کارخونجات مختلف هم دارن از این اورک ها. اورگای پرشیان هم صداهای خاص ایرانی و هم ریتم‌های بسیار خوب ایرانی ها سمپل کردن و درونش گذاشتن. اما به هر حال علاوه بر ریتم‌هایی که کارخونه میاد میگذاره درون اورک به صورت به اصطلاح اصلی که اصطلاحی هم که خود کارخونه استفاده میکنه پریسته، یعنی کلمه پریست وقتی مینویسه ریتم‌هایی که کارخونه درون ساز گذاشته به هیچ وجه هم قابل پاک شدن یا تغییر نیست. این ریتم‌ها برای مناطق مختلف ریتم‌های مختلفی میگذارن، ولی این توانایی هم در کیبورد قرار دادن که ما بتونیم ریتم بسازیم با این اورک. به عنوان مثال من ممکنه یه ریتمی نیاز داشته باشم که درون اورگ من نباشه. در قسمت صداها من میام صدای پریکاشن رو انتخاب میکنم و پریکاشن های مختلف ما داریم، انواع پریکاشن های خارجی یا عربی یا ایرانی. مثلا من الان میام یکی از این پریکاشن ها رو انتخاب میکنم که این صداها رو به من میده. حالا توانایی اینا چیه؟ خب من همین ریتمی که الان اجرا کردم میتونم در قسمت ریتم سازی اورگ این ریتم را اجرا کنم. اورگ یه قسمتی از این ریتم را میگیره، یعنی مثلا در این حد خب اینا ضبط میکنه و برای من شروع میکنه به تکرار کردن و این میشه پایه ریتم. حالا میشه یه صدایی مثل سنج بهش اضافه کرد و این ریتم را کامل تر کرد. خب وقتی این ریتم را من ساختم این تازه میشه ریتم، بعد روش آکورد هم ساخته میشه و یه مجموعه یه کامل میشه شبیه به، حالا یه مثال من از این ریتم های ساخته شده میزنم. مثلا این ریتم یه ریتم 6/8 ایرانیه که روی خود کیبورد نبوده و بعد روش ساخته شده. خب این مثلا ریتم ایرانیه که ما نیاز داشتیم ولی رو اورگمون نبوده. این ریتم تونستیم بسازیم روی اورگ. حالا البته یه حسنی هم که این دستگاه داره اینه که اگر شما یه ریتمی ساختین یا دیگری ریتم را ساخت از طریق فلاپی یا تو اورگ‌های جدیدتر از طریق سی دی یا حتی از طریق کاب‌های یو اس بی میشه این ریتم‌ها را به اورگ‌های مختلف منتقل کرد. خب